درود و وقت شما بخیر بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه خاطرات سیاسی امشب. برنامه خاطرات سیاسی امشب ویژه است و به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان. فروهر لطفی هستم با مهمان امشب برنامه خاطرات سیاسی، خانم ملاله شنواری، عضو شورای عالی صلح. خانم شنواری، سپاس از اینکه ما را به حضورتان پذیرفتین. سلام و احترامات مرام به شما و از طریق شما به بینندگان عزیز تلویزیون شما برسه و خوشوقت هستم که در یک مناسبت خاص با شما است. تشکر. خب خانم شنواری، بیاین در آغاز از خانواده تان بگوین، در چگونه خانواده شما زاده شدین؟ ما خوشبختانه که در ولایت ننگرهار، از ولایت ننگرهار هستم و مربوط به ولسوالی چین. پدرم ماستر پیلوت طیارهای جت بود و که در وقت به نام تندر یاد می شدن و پدرم یک آدم واقعا روشن فکر بود، به خاطر که نخستین دروازه مکتب کسی بود که نخستین دروازه مکتب برای دخترای خود باز کرد در منطقه خودش. البته البته که تا حال هم ما در منطقه خود مکتب نداریم، ولی اونا به خاطر ای که دختراش با سواد شوند، در هر جایی که سفر میکردن، در هر جایی که کار میکردن میرفتن و اونجا به دخترای خود در مکاتب شاملش می ساختن و ما هم بعدن وقتی که پدرم پیلوت نبود، البته او وقت ما شامل مکتب شدم و فامیل ما فعلا برادرایم دکتر هستن، یک خواهرم هم دکتر است، دیگه خواهرایم معلم هستن اکثریتشان و ما در یک فامیل کاملا روشن فکر به دنیا آمد. بسیار خب، بیاین از زمان دانش آموزیتان بگوین، شما چگونه کودکی را سپری نمودین؟ لحظات و خاطرات کودکیتان را برمان کن. خوشبختانه که کم کم که در یادم میاد کودکی ما جنگا بسیار شدت نیافته بود و لاقل کابل امن بود و ما میتونستیم که در روزای عید بریم با یک جای مخصوصی که میله ایدی می بود در هر ناحیه کابل، ما اونجا می رفتیم و ایدی می کردیم و ما را مثلا دمو چیزای ساتیری که داشتیم دمو ساتیری می کردیم و یک مقدار پول که از طرف کلانا به ما داده می شد و مصرف می کردیم. این دیگه خوبترین لحظات زندگی ما بود. بر علاوه خدا ببخشه پدرم یک آدم بود که روزای پنجشنبه همیش ایره برای بعد از ظهر خود بر اولاده خود اختصاص میداد، یک طرف ما را چکر می بود، گرچه ما از اطراف کابل تا از پغمان ما ندیده بودم وقت بخاطر که جنگ بود، ولی در خود نمی چهار طرف خانه ما که اگر کدام کوه و دشت می بود ما را به میله می برد و ما می رفتیم و اینمی چیزای خوب است که در خاطرات من مانده. اول من متاسفانه که در طفولیت پدر خود از دست دادم و بعد از او دیگه تقریبا بگویم که می زندگی راحت از پیش ما رخ بربست و رفت، به خاطر که پدر ما ناناور مخانه بود و باز بعد از او مادر ما مریض شد که ما نتونستیم که برای خاطر تداویش او کمک کنیم مادر خود، به خاطر که مادرم سرطان بود و ما بعد از 5 سال فکر میکنم مادر خودم از دست دادیم و تنها طفولیت که ما از او خاطرهای خوش دارم اونم وقت بود که پدرم زنده بود. بعد از او دیگه ما اوقدر زندگی راحت نداشتیم و وقتی که ما کم کلان شدم جنگا دیگه هم شدت یافت، خصوصا در سالهایی که من صنف 10 و 11 مکتب بودم زیاد راکت می آمد کابل، شاید راکت های بسیار شدید بود و وقتی من فارغ می شدم مادرم وفات کرد. دیگه متاسفانه من نتونستم که از امو
نعمت که خداوند بر همه انسان ها میده که او مادر است از او بهرمند باشم. ولی آرمانایی که اونا داشتن بسیار آرمانایی کلان بود و ما کوشش کردیم تا در وقتایی که جنگ بود، در جنگ که در کابل بود مثلا، همی جایی که پانتون واقع است اینجا پانتون کابل جنگ بود، ولی وقتی که کم جنگ آرام میشد دروازه پانتون باز میشد و ما میرفتیم درس خدا میخواندیم. ما متاسفانه پانتون به شکل نرمال نخواندیم که مثلا در 4 سال خلاص کنم، به خاطر که من کسی بودم که بیشترین ضربه را، جمله نسلی بودیم که بیشترین ضربه را دیدیم. اما تقریبا در 8 یا 9 سال تانستم که تحصیلات عالی خود به پایان برسانم. ولی یک چیزی که بود، اینمی هم از صنفی های مکال شما میبینین و آدم های مشهور هم دوه نشانه است، همشان از دل درس میخواندن، به خاطر که ما برای تفریح نمیرفتیم اونجا، ما سر خود در دست خود گرفته به خاطر درس میرفتیم. و استادا هم که وقتی می آمدن و می دیدن که صنف پر است و یک شوق عجیب در بین نسل که در حالت جنگ زندگی می کنه وجود داره، اونا هم از ته دل بر ما درس می دادن. من از استادای خود تشکر می کنم که تانستن بر ما در او حالت که بغیر از مرمی و تفنگ کسی دیگه حرف نمی زد، بر ما علم آموخت و یک رای را بر ما باز کرد. امروز بعضی از صنفی های ما یا هم دوره های ما ماشاءالله آدم های برجسته است. خب خانم شنواری، شما با سپری نمودن این همه چالش ها که گفتین که در زمان مکتب پدرتان را و همچنان مادرتان را از دست دادین و سپس جنگ ها و اینا، با چی انگیزه تانستین وارد دانشگاه شوید؟ اول خوب ما در یک فامیلی بودم که زیاد بر ما نصیحتی که می شدی بود که باید تحصیل کنه، و چون پدرم از یک ولسوالی بسیار دور از این طریق درس و تعلیم تانسته بود به یک جای برسه، همیشه توصیه شو می بود که ما باید از طریق درس و تعلیم و علم یک جای برسیم. از این خاطر همه اولادایش یک رقم چی داشتن، رقابت داشتن، که حتی با خود ما با یک دیگه خود رقابت داشتیم که باید از همه زیادتر نمره بگیریم و خوبتر کامیاب شویم. خوشبختانه همه اعضایی که خانوادیم، خواهر و برادر ما، اکثریتشون از مکتب هم به درجه بسیار خوب فارغ شدن و در پانتون هم به پانتون های بسیار خوب کامیاب شدن. با وجود که ما شاید نان صحیح نداشتیم، به خاطر که پدر خود از دست داده بودیم و مادر خودم همچنان، ولی ما یک آرمان بسیار بلند داشتیم. از این خاطر وقتی برای ما کس میگه که ما مشکلات داریم و تحصیل کرده نمیتونیم، برای ما این بهانه هیچ بهانه شمرده نمیشه. و خاطر که من یک روز وقتی میرفتم میخواستم پانتون برم، پیش من یک افغانی هم نبود و با جیب خالی رفتم. و خوشبختانه که یکی از صنفی های من تصادفا کرای موتر مرا داد. باز برادرم خوب بود، بعد از پیشین آمد و یک مقدار پول برام داد که از طرف پانتون پس به طرف خانه برم. این یک خاطری است، البته خاطری تلخم، ولی خاطری شیرین هم است برام. ما فکر میکنم در زندگی امین نشیب و فرازها و مشکلات که میایه، این آدم پخته میسازه، دیگه هم آدم قوی تر میسازه. یک حدیث شریف است که چاقی و آسایش سبب پسرفت انسان ها میشه و این یک واقعیت است. حالا اگر ببینیم سهولت شاید بیشتر باشه، ولی بهانه‌گیری بیش از حد است در بین جوانا. مثلا من وقتی که دیدم که نمیتونم از فامیل خود پول بگیرم و به تحصیل خود ادامه بدم، من مجبور شدم که حق الزحمه معلم شوم و من در سن 17 سالگی معلم شدم. بخاطر که ما 11 سال مکتب خوانده بودیم، وقتی که من معلم شدم و خود من بسیار سنم خرد بود، کسی من یعنی مرا تحویل نمی گرفت در صنف.
ولی من با وجودیتی که داشتم و پشت کاری که داشتم و صداقتی که در وجودم بود، من همیشه به شاگردا از ته دل درس میدادم، با وجودی که من چاشنا نمیخوردم، صبح هم چیزی بخوردن یا می بود یا نه میرفتیم طرف پانتون، صبح پانتون میرفتم، بعد از پانتون که میامدم میرفتم به مکتب و درس میدادم. ای هم یکی از خاطرات بسیار خوبم است. من ایره تلخ نمیگم، به خاطر که وقتی من به عقب خود میبینم مرا انرژی میده و بیشتر میتونم آینده خوبتر احساس کنم در پیش روی خود. به خاطر که وقتی که طالب آمد، البته در وقت جنگ هم ما روز خوب نداشتیم، ولی لاقل پنتون اجازه داشتیم بریم یا کار اجازه داشتیم که بکنیم. ولی وقتی که طالب آمد، ما رو چند روز باور نمیکردم که دیگه من نمیتونم پنتون برم. روز آخر ما بود که یکی از همسن ما و همسنفی ما در اونجا میخواستیم میله کنیم یک رقم بین سنفی ها. یادش به خیر قاضی سال ادیبه جان، ما و ادیبه جان رفتیم و دیگه بسیار کلان هم در دست ما بود به خاطر که ما میله داشتیم. و وقتی که رفتیم که پانتون خالی است و کلی طرف ما سیل میکنه که دخترها رو چی شده که امروز آمده. همین روزی بود که طالبا داخل کابل میشدن. ما امره دو سه نفر هم سنفی میلی خود کردیم، ولی در وقتی که در موتر بالا شدیم یکی از سنفی ما از سرک بالا شد و یک دفعه دیگه هم طرف ما سیل کرد و گفت میشه که باز نبینیم. ما برش گفتم که چه امکان نداره. گفتم هیچ کس نمیخواد که پانتون بسته کنه. گفت نه، میشه که بدل ما نباشه. یعنی هیچ ترسی نداشتن از اینکه طالب آمدن؟ شما میتونستین عادی ادامه بدین؟ من اتو فکر بکردم که عادی ادامه داده میتونیم. هنوز کابل نگرفته بودن مکمل. بعد از پیشینش رفتم مکتب و درس میدادم. وقت من معلم ریاضی بودم، در صنفای 7 و 8 درس ریاضی میدادم. خودم پزه حقوق علوم سیاسی رو میخواندم، ولی درس ریاضی رو میدادم. وقتی که رفتم دیدم که همی کسایی که در چهار اطراف ما قومندان و اینا بودن، اونا گریخته بودن و نبودن، خانه هایشان خالی بود و ما فهمیدم که دیگه فکر بکنم که تغییرات بسیار کلان آمدنی است. ما زودتر مکتب رخصت شد و اونم آخری روز ما بود که ما دیگه مکتب رفتیم. بعد از اون دیگه طالب آمد و روز دیگه شام که وقت دکتر نجیب بدار زدن، اول مردم بسیار خوشبین بودن، ولی بعد از اون باز مردم یک وقت بدبین شدن و مردم ترسیدن و فهمیدن که نه، ما از چی توقعی که داریم امو توقع ما نادرست است از اینا. و ما هم باور کردم که نه، نه دیگه من دیگه نمیتونم که پانتون برم و نمیتونم که کار کنم. البته من تو یک احساس بکردم که دنیا بسیار تاریک است و دیگه ما روشنایی را نخواد ببینیم، به خاطر که وقتی ما زندگی میکنیم یک پلان برای آینده داریم، ولی وقتی که ببینی که پلانای همه به خاک یکسان شد، زندگی به نظر آدم تاریک میآید. من هیچ وقت فکر نمیکردم که باز بتانم پانتون برم. من هیچ وقت فکر نمیکردم که باز بتانم کار کنم. ولی دینمی اسنا در خانه نشستن هم برای من بسیار ناگوار و خوب نبود. یعنی خوش نبودم. از خود من در وقتی که در جنگای داخلی هم یکام خیاطی و چیزها رو یاد گرفته بودم. در پولویی که درس میخوندم این کارا رو یاد میگرفتم. به خاطر مادر نداشتم و ما باید کل چیز خودم اما انجام میدادیم دیگه، کل چیز یاد میگرفتیم. به خاطر مادرم بسیار یک خواه خیاط لایق بود، ما هیچ وقت نمیتونستیم تا ماشین خیاطی رو دور بتیم، کل کار اونا میکردم خدا ببخشه. ولی وقت کور از دست دادیم، ما مجبور شدیم که کل کار یاد بگیریم. خب در صنف همراه همصنفانتان رقابت ها چی گونه بود؟ چون بعضی از همصنفی ها هستن که در پهلوی از اینکه خیلی زحمتکش هستن ولی حسود هم می باشن. شما با هم شد همصنفان؟ نه، ما هیچ تو یک همصنفی حسود نداشتیم، به خاطر که ما
من براتون گفتم نسل واقعی جنگ و بدبختی بودیم. ما با شرایط که می آمدیم تنها کاری که می تانستیم به یک دیگه اعتماد بود و یک دیگه خودت احترام داشتن بود. رقابت ها من خواه اصلا خودم در وجود ما هیچ دی باره من فکر نمی کردم که ولی همگی ما فکر بکردیم که در کشتی کجکور سوار استیم که باید تا ساحل او را برسانیم. ده. از این خاطر بسیار به یک دیگه خود کمک میکردیم. یک دیگه خود را دوست داشتیم. و تا به حال ارتباط داریم با صنفی های خود. بسیار روابط نیک و خوب داریم چون ما من خوب برش نسل آب و آتش میگم. بله. خب شخصیتتان چیگونه بود در زمان دانشجوییتان؟ یعنی گاهی شده بود که اصلا فرار میکردیم؟ بله بله. یک فرار بسیار جانانه داشتیم و استاد از هر یادش بخیر که استاد پزه حقوق است ما سال چهارم ما بود و البته این وقتی بود که البته رژیم تغییر خورد و طالبا رفتن ما دیدیم که حجم درس ها زیاد میشه گفتیم بیا که دیگه یک صنف مس کنیم که استاد دیگه درس نده که تا آخرش ما همه بتانیم درس خوب برش پس ارائه کنیم دیگه تصمیم گرفتیم که دساتش نشینیم کل صنف رفتیم فرار کردیم استاد که آمد دید که در صنف کس نیست پشت سر ما آمد در یک جای ما را از پشت سر صدا کرد گفت او دختر را کجا میرین ولی ما فرار کردیم بالاخره دانستیم که همه ما فرار کنیم البته فرار ما فرار یک نفری نمی بود فرار 35 نفری می بود 35 نفر فرار کردیم. خب خانم شنوری در کودکیتان گاهی شب مرتکب کدام اشتباه شده باشین که جزای سنگینی به شما داده شده باشه از سوی خانواده یا نه خیر پدرم یک آدم با پرنسیب و نظامی بود و هیچ وقت یک ما را نمی ترسان بلکه ما را بسیار جرأت می داد که باید با جرأت زندگی کنیم ولی یک روز نمی فهمم که ما کدام اشتباهی کرده بودیم ما و برادرم و فکر میکردیم که اگر پدر ما بیاید حتما ما را جزا میده و رفتیم و پات شدیم و ولی پدر ما از پشت ما میگشت که چی شدن این دو نفر کجا رفتن و یک وقت دیدیم که پدر ما عادت نرمال است هیچ تغییر در چهرش دیده نمیشه گفت که شما چرا اینجا پات شدین ما گفتیم ما خو از خاطر شما پات شدیم گفت که از خاطر چی گفتم ما خود یک اشتباه کرده بودیم او خنده کرد خو از یاد ما رفته و ما ناق یعنی یک ساعت یک جای خود ما کم گرفته بودیم هیچ وقت تو نشده که سرما زیاد کار شده باشه ولی یک روز برای من درس میداد و من هر روز قلم خود گم میکردم و امروزی روزی بود که کم قار شد و من بسیار ترسیده بودم بله. خب در یک ارزیابی کلی اگر از شما بشنویم که بهترین دوره برای شما کدام دوره بوده؟ دوره دانش آموزی یا دوره دانشجویی؟ هر دوره خوبی های خود داره من نمیتونم بگویم که من دوره طفولیت خود خوش ندارم با وجودی که بسیار دوره کمش خوبتر برای ما بوده ولی اونمو صحنه های کمرای پدرم بودیم و وقتی که ما برای شیر میگفتم و یا برش قصه میکردم و یا جغرافی درس جغرافی خود برش تکرار میکردم اونمو از یاد من نمیره و خوشایند است برم باز وقتی که ما مبارزه کردیم با زندگی با مشکلات زندگی یک رقم خوشم میاد که دربارش فکر کنم با وجودی که ما کارهای بسیار کردیم کارهای انجام دادیم که البته من فکر میکردم که من نمیتونم بود انجام بدم مثلا وقت ما در جنگ‌های داخلی رفتیم طرف پس طرف ولایت خود ما تندور کردن یاد گرفتم و همیشه یاد میکردم که من تونستم که تندور نان پخته کنم یا مثل یک دختر دیقان کار کنم در زمین خود اینی چیزایی بود که من حال فکر میکنم که اونمو مرا شخصیت داد و مرا قوی ساخت هر دوره را من دوست دارم و فکر میکنم که هر دوری ولو که سخت هم باشه باید برش احترام قائل شد بله خب قبل از اینکه شما در شورای عالی صلح عضو شوید کدام فعالیت ها داشتین؟ من حیث مثل شما واره ما وقتی که من گفتم که وقت تحصیل میکردم معلمان بودم
وقتی که تغییر آمد، مجاهدین وقت طالبا خلاص شد و آمد کرزی رئی جمهور افغانستان شد، ما آمدم و درس خود خلاص کردم و در پولی که درس خود خلاص کردم ما معلم رسمی هم شده بودم. وقت که باز پس رفتم او را نمیخواستم دیگه معلم باشم، وقت درسم خلاص شد امی که فارغ شدم، برام یک چانس برابر شد. ما در رادیو بی بی سی کار میکردم، در بخش پشتوی رادیو بی بی سی. ما تقریبا 4 سال ما یا بیشتر از 4 سال کار کردم. باز خود کاندید پارلمان کردم و خوشبختانه که اولین رای در کابل بردم، نماینده مردم کابل بودم 5 سال در پارلمان. و بعد از او مشاور وزارت اقتصاد بودم، در مشاور حقوقی وزیر بودم. و بعد از او ما بر 2 سال دیپلمات بودم، دیپلمات بودم در نیویورک در ایالات متحده آمریکا. و امریکا آمدم در کابل در کنفرانس، دو سفر قطر و دو کنفرانس که در قطر بود امرای طالبا یکی از اعضایش بودم. و بعد از اون مشاور رئی جمهور شدم که هستم، هنوز هم مشاور ارشد رئی جمهور هستم در امور اجتماعی و جوانان. همچنان فعلا ما چون در پروسه سال بسیار علاقه مند هستم، رئیس به جمهور یک وظیفه دیگه که بر ما داد عضویت در شورای سال هست. بسیار خب. خب خانم شنوری، شما با 3 سال کمی که داشتین پدر و مادرتان از دست دادین، بعد از اون چگونه راه را پیمودین؟ کی از شما حمایت میکرد و کی پشتوانی قوی شما بود در زندگی؟ خواهران کلانم که بودن اینا، البته اونا هم زیاد کلان نبودن ولی کلان گفته میشدن، کلان خانه ما بودن. اونا زیاد ما را تشویق میکردن و میگفتن که پدر و مادر ما بسیار آرمان داشت که دخترها و پسراش تحصیل کرده باشه. اونا حمایت میکردن ولی از نگاه پولی هیچ کس. و ما تنها یک کمک زمین که داشتیم در شینوار و یک کم از کرایه خانه و این چیزا زندگی میکردیم و خودم هم کار میکردم. بسیار خب. خب خانم شینواری، من تاثر بیشتر در مورد شما بتانم از زندگی مشترکتان بکنین. ازدواج کردین، فرزند دارین و یا خیر؟ فکر میکنم که ازدواج کردن به نظر ما یک وقت میخواید که ما نداشتیم و فکر کردن میخواید که ما نکردیم فکر دبارش. متاسفانه زندگی یعنی ما قسم بود بر ما. وقتی که ما باید جوانه دبارش فکر کنه، وقت اگر زیاد درباره کار فکر کنه باز نمیتونه، یعنی در این وقت هم درباره زندگی مشترک فکر کنم و هم کار. و خصوصا من هم احساس داشتم که اگر ازدواج کنم شاید نتونم که به جایی که خودم میخوایم برسم. بله. از این خاطر ازدواج نکردم و کسی هم پشت مشعل نشد که باید برش ازدواج میکردم، خوشبختانه. و ولی من فرزند دارم و میخوایم دیگه هم فرزند داشته باشم. البته ما یکی از برادرزاده های خدا که البته از نعمت مادر بی بهره شده بودن، بسیار در روز اولش ما خودم را دیگه عهده سرپرستیش به عهده گرفتم و تا به حال ماشاءالله یک دختر جوان شده. ما همه چیزه تجربه کردیم در زندگی خود و اینمی است که من فکر میکنم که اول من فکر میکردم که مادر بودن حتما باید خود آدم طفل تولد کنه، ولی وقتی که میبینی در وجود زنا یک مادر نهفته و پنهان است. بله. که من اینمی عشق مادری که در وجود خودم است، ایره برای همه اطفال که بی سرپرست هستن همیش همی حس تقسیم میکنم و
من فکر میکنم من فرزندان زیاد دارم. حالا یکی از کارهای من است که بتانم به اطفالی که در جنگ ها پدر و مادر خود از اسبت میتن امروشان هم کاری و کمک کنم. تا یک جای هم کردیم و ولی قانع نیستم، باید بیشتر بکنم. خب پس به نظرتان ازدواج مانعی است به سر راه دختران و خانمایی که بیرون از منزل کار میکنن، فعالیت دارن؟ نه، ولی من فکر میکنم برای من بله، برای کسای دیگه نه. به خاطر زندگی من زندگی سیاسی بود و من میخواستم که یک آدم صحیح باشم، نه یک آدم که ناکام باشه. مثلا زندگی مشترک از خود مسئولیت های داره و خواهی نخواهی باید به او متوجه باید باشه آدم. و ما دو تربوز در دست خود گرفته نمیتونه، و آدم های بسیار لایق میتونن که کنترل کنن در تربوزه، ولی من نمیتونستم. از این خاطر ما از این یک تربوز گذاشتم و تا به حال با یک کار که هدف مست پیش میرم و فکر میکنم که کدام خلایی در زندگی ما وجود نداره. بله. خب پس به نظرتان یک همسفر زندگی یا یک همسر خوب چی کسی بوده میتونه باشه؟ اول دخترها، خصوصا ما برای دخترها یک چی دارم. دخترها اول زیاد فکر میکنن که باید یک کسی بیایه و سر اسب سوار باشه و اسب سفید باشه و بیایه دستش بگیره و بره. ولی زیاد سرش فکر نمیکنن که شخصیت چی است، دوستی چی است، یک دیگر پذیری چی است، تفاهم چی است. و وقتی که مثلا مطالعه میکنی و میخوانی که در قرآن چی آمده، مثلا از دو جنس مخالف ولی با هم باید خوبی گیرن و این سفر زندگی را به آسانی طی کنن. ولی ما یک رقم عوض و ارمان داریم که باید یک عروسی باشه و سفید لباس سفید بپوشی و بری و باز بسیار فیشنی باشه و عروسی تو، ولی بعد از او را فکر نمی کنیم. و خصوصا در افغانستان متاسفانه که یک کار جبری است و همگی به چشم جبر می بینن و فکر می کنن که عروسی انشورنس زندگی زنان است، تنها زنان. ولی من فکر میکنم که این انشورنس یا بیمه زندگی نیست، بخاطر که میشه که می هم سفر زندگی تا به آخر نتونه امرایت همراهی کنه. بهانه های مختلفی وجود داره، یا طلاق یا مرگ و یا هم گپیدگی. پس او وقت بس چطور میشه؟ من فکر میکنم این بخاطر ای است که آدما و دوست ضرورت دارن و یک همراه ضرورت دارن همیش در زندگی، که اگر این امی امرای که ما امرای بر خود انتخاب میکنیم، ما همیش فکر کنیم که اونا باید امرای ما کمپرومایز کنه و یا به طرف ما خود خم بسازه، این هم فکر غلط است. و یا جانب مقابل تو فکر کنه که ما همیشه باید طرف اونا خم باشیم، این هم یک اشتباه است. باید در پهلوی هم باشن، نه پیش و نه پس، بلکه در پهلوی هم ایرای دور به دراز را که اینا فکر بکنن تایی کنن. باید دیگه خود من فکر میکنم زندگی مشترک باید با فکر عمیق آغاز شوه. برای دخترات توصیه من است که یک کار مهم است ولی هدف زندگی نیست، بلکه به خاطر هدف زندگی یک ازدواج یک وسیله بسیار خوب شده میتونه. مثلا میتونی که با آسانی مشکلات که است با یکدیگه خود برداری و پیش بریم. ولی اگر تو باشه که یک مسئولیت اضافی دیگه سر آدم زیاد شوه، ولی جانب مقابل فکر کنه که یک کس آمده که کارایش انجام بده، خصوصا در افغانستان هم متاسف فکر میکنن که
یک بر بچه زن بگی که بیغم شوی و یا دختر تشوی بده که بیغم شوی. اینی فکر بسیار فکر نادرست است. بله. به نظر من ما باید در انتخاب کسی که هم سفر زندگی ما میشه بسیار عمیق باشیم و بسیار و به نظر ما دوستانه باید فکر کنیم، نه عاشقانه. عاشقانه فکر کردن احساساتی است و نمیتونه که آدم، یعنی یک رقم آدم کور میسازه. خوب است که آدم دوستانه پیش بره در هر همه مسائل، واقعی بین باشه. خوبی انسان ها پکیج از خوبی و بدی است، برآورد کنه که چه بدی داره و چه خوبی داره. اینه می دو چیزهای من میتونم ای آدم تحمل کنم و یا ما که اینی بدی های ما از ای خوبی های ما از جانب مقابل مرا چقدر تحمل میکنه. و همه چیز باید صاف باشه در زندگی مشترک، باید صداقت بیشتر وجود داشته ده. باشه. خب خانم شنوری، در یک نگاه کلی اگر به گذشته تان ببینید، بزرگترین اشتباه شما چی بوده و بزرگترین کاری که شما تا امروز به او افتخار میکنین با انجام از کار چی است؟ بزرگترین اشتباه ما بار دوم کاندید شدن ما بود در پارلمان؟ بله. و ما اگر زندگی خود از سر شروع کنیم، این قسمت ترمیم. چرا؟ یعنی دلیلش چی بود؟ بخاطر که ما آدم نیستم که یک آدم هستم که 5 سال نمیتونم در یک جای ما کم شوم. ما باید در زندگی خود به یک کار نو انجام بدم و متواتر نمیتونم در یک نقطه بشینم. از این خاطر من یک اشتباه کردم و دیدم که خداوند مرا متوجه ساخت که برای چی این کار دیگه ساخته نشد. دیگه ای که افتخار ما به زن بودن خود افتخار میکنم و خوش هستم. اگر ما زن نمی بودم، ما ملالای نمی بودم، پس ما یک آدم شاید بسیار عادی می بودم. عادی عادی و کسی که گمنام باشه، کسی که هیچ چیز کرده نمیتونه. ولی خود این زن بودن ما مرا وادار به کارهای بسیار بزرگ میکنه. و هنوز ما کارهای بزرگ به نظر ما انجام ندادیم، ولی در وجود ما یک صدای است که ما باید یک کار بزرگ را انجام بدم. بله. خانم چنواره، داشتن چی چیزی برای شما قدرت میبخشه و از چی چیز شما خیلی ناراحت میشین و برای شما آزار دهنده است؟ فامیلم نقطه ضعف و نقطه قدرت ماست. بله. نقطه ضعفم این است که وقتی فامیل یکی از اعضای فامیلم پریشان باشه، ما فلج میشم. همه کارهای زندگیم فلج میشه. به خاطر که ما بسیار وابسته هستیم به یک دیگه خود. و نقطه قدرت ما فامیلم است. به خاطر که تا به حال مرا نگفتن که یعنی یک باور عجیبی دارن. از این خاطر نقطه قدرت ما هم است. و چیزی که مرا آزار میده دیده یک طرفه به جامعه است که از طرف مردها در افغانستان صورت میگیره و خود بیش از حد حق میده. بله. این چیز است که مرا آزار میده. خب تا حال شده کسی از اقارب یا دوستانتان برای رسیدن در اهدافتان مانعی سر راه شما قرار داده باشد؟ نه خیر، نه. به خاطر که هیچ کس به این سویه مثلا در مقابل ما استاد نشده که بگوید که این کار نکن. و اگر در دلشان بوده جرأتش نکرده. ما برتون گفتم که نقطه قدرت ما فامیل ما است و کسایی که در چهار اطراف ما زندگی میکنن، خیشای دور و نزدیک. تا به حال مانع کار من نشدن. و من فکر میکنم که این کار که این موانع را پدرم از پیش روی من پس کرده. به خاطر که اونا کسی بودن که ما را
امی رقم تربیه کرده بودن که در کارهای نیک یک دی خود دست بتیم. خب خانم شنوری، در هنگام فراغت مصروفیت یا سرگرمی شما چه باشد؟ دوست دارین به تفریح و سیاحت برین یا بمونین به خانه و آشپزی؟ کدام چیزار شما دوست دارین؟ آشپزی را بسیار علاقه دارم. وقتی که فارغ باشم آشپزی میکرم بر فامیل خود. دیگه ای که من خوش دارم با اصلا زیاد علاقه دارم اگر به دل خودم باشه روزای جمعه با فامیل خود باشه. دیگه کس را خوش ندارم. یعنی مهمان داری دوست نداری؟ روز جمعه نمیخوایم کس مهمانم باشه و مرا کس مهمان کنه. ولی روز پنجشنبه را خوش دارم که با دوستان خود باشم. یک رقم تقسیم اوقات برای خود میخوایم داشته باشم که ندارم. ولی زیادتر روز پنجشنبه امرای فامیل خود، روز جمعه امرای فامیل خود میباشم. ولی اگر در سفر باشم همه چیز گرد و دست در سفر هستم. و زیاد یکم دفعه خوشم میاد که یک رقم انسان روحش چی خاص خود داره، گشنگی یا گرسنگی خاص خود داره. مثلا یکم دفعه دل آدم میشه که یک مطالعه بکنه که یک چیزی را مطالعه کنه. یکم دفعه مثلا من خوش دارم داکیومنتری زیاد ببینم در باره زندگی مردم جهان یا جای مختلف. یکم دفعه میخوای که یک موسیقی آرام بشنوی که آرام باشی و موسیقی بشنوی و یک گلاس کافی بخوری و یکی از دوستایت صحبت کنی. این چیزایی است که در اوقات مختلف انسان به او ضرورت داره و من هم به او ضرورت. البته بعضی شاید موسیقی شادتر خوش داشته باشن، بعضی میلر زیاد خوش داشته باشن، ولی من خوش دارم که زیادتر وقت خود با فامیل خود سپری کنم، زیادتر موسیقی آرام بشنوم و مطالعه داشته باشم و کمی به فیلمای معلوماتی زیاد دسترسی داشته باشم. بله. این چیزایی است که مرا آرام تر میسازه اگر به دل خودم باشه. بسیار خوب. خب خانم شنواری، اگر موافق باشید کم کم بیایم روی فعالیت های خود شورا. چی فکر میکنید برگزاری مذاکرات با مخالفان مسلح در کشورهای همسایه چقدر میتواند مؤثر واقع شود؟ ما فکر میکنم که بر آغاز و یا بر بسترسازی مذاکرات هر جایی که مثلا کار صورت میگیره فرق نمیکنه، ولی اگر ما بخوایم به یک جایی برسیم واقعا به یک صلح سیاسی نائل شویم ضرور است که دو طرف میز مذاکره افغان ها نشسته باشند و تنها دیگران ناظر اینمی صحنه باشند. بله. و خود ما در بین خود جور بیاییم. اگر کسی دیگر ما را جور میسازه بازتون نیست که این دائمی میباشه، بس خلاص این یک فشار بیرونی است. بسر فشار بیرونی ما یک جایی میشیم و اگر فشار خلاص میشه پس از هم میپاشیم. به نظر ما خوب است که ما برای اعتمادسازی نشست و برخواست های مختلف داشته باشیم، ولی وقتی که اعتماد تا یک اندازه به وجود آمد دیگه باز بیاین یاد افغانستان در یک ولایتی که اینا تعیین میکنن باید با هم بشینیم و صحبت کنیم. پس سهم ایالات متحده امریکا را شما چگونه ارزیابی میکنید در پروسه صلح افغانستان؟ من گفتم که اینا میتونن اعتماد سازی کنن، زمینه را برشان مهیا بسازه، به خاطر که مثلا اینا شاید ترس داشته باشن که در بلک لیست های امریکا هستن، اگر بیاین و در میز مذاکره بشینن شاید به زندان برن یا مشکلات دیگه شاید به وجود بیاید. از این خاطر باید جامعه جهانی و امریکا ناظر باشه و حامی باشه، نه ای که خودشان مذاکره کننده باشن. مذاکره رو ما باید افغان ها انجام بدیم. بله. یک طرف دولت، دیگه طرف طالبا. بله. خب خانم شنوری، به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما بپرسم که پلان های بعدی شورای عالی صلح برای روند صلح یا برای آوردن صلح در افغانستان چی است؟
به نظر ما شورای عالی سال آل کارش بیشتر شده و ما امروز که ما اینجا ما شما نشستیم در کانتیننتال، ما همه کمیته هایی که در ولایات 34 ولایت است اونا را خواستیم و در با اونا مشوره داریم که چطور بتانیم برای صلح اجتماعی. البته ما صلح به دو بخش تقسیم میکنم، یکی بخش سیاسی است یک اجتماعی که هر دویش وظیفه بر وظیفه شورای صلح هست، بر یکیش زمین ساز است و بر دیگیش عملی کنندیش است. مثلا در مذاکرات، بر مذاکرات باید اعتماد سازی بکنه و زمین سازی بکنه و باز یک طرف حکومت بشینن، دیگر طرف طالبا بشینن و در بین خود چنه بزنن و به یک جای برسن. این صلح سیاسی است، ولی صلح اجتماعی که است، صلح اجتماعی جامعه است. جامعه باید آماده پذیرش گروپ های مختلف مخالف شوه. مثلا یک برادر طالب است، برادر دیگه پلیس است، این دو تا چطور در یک خانه زندگی کنن؟ این میده باید ما زمینه سازی کنیم، پلان برشان بسنجیم، یا یک گروپ از جوانایی که بی غیر از جنگ دیگه کار یاد ندارن، اونا میان به یک منطقه بیکار هستن، بر اونا باید یک پلان سنجیده شود که چطور میتونیم، یعنی پلان های بسیار ملی بزرگ و سرتاسری برای صلح اجتماعی ضرور است که ما او را طرح کنیم و برای دولت بدیم که عملی کنه. خب خانم ملاله شینواری، عضو شورای عالی صلح، سپاس از اینکه ما را با حضورتان پذیرفتین. تشکر از شما و تشکر از تلویزیون زن که به نام زن جور شده. ما خوش هستم و ما مطمئن هستم که شما میتونین زاویه دیگه از جامعه که دید زن است برای همه افغان ها او را بشناسانین انشالله. انشالله. بیننده های عزیز، این بود برنامه امشب خاطرات سیاسی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.